دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید تو این جلسه با هم دیگه میخوایم گزارش یک سفر رو به زبان ریاضی بنویسیم چون این سفری هم هست که من تو دوران دانشجویی خیلی رفتم فرض کنید شما از شهر عراق دارید با اوتوبوس های سیر و سفر دور میشید از شهر عراق خارج شدید دارید از شهر عراق دور میشید و دارید به سمت تهران هم حرکت میکنید خب من اینجا اتوبوس هم میکشم سرعت اتوبوس های سیر و سفر فرض کنید که 90 کیلومتره سرعتشون 90 کیلومتر در ساعت یعنی در هر ساعت 90 کیلومترم هم طی میکنم در ساعتش هم من بنویسم بعد حالا شما میخواید گزارش بدید که به ازای تعداد ساعت هایی که سوار اتوبوس بودید فاصلتون از عراک چقدر شده باشه فاصله از عراک توی ساعت اول چقدره من اینجا میرسم فاصله از عراق فاصله از عراق در ساعت اول چقدر؟ شما ساعت اول 90 کیلومتر حرکت کردید. من اگه شکل رو دوباره اینجا بکشم شما 90 کیلومتر توی ساعت اول از عراق دور شدید. پس در ساعت اول فاصلتون از عراق میشه 90. 90 کیلومتر در ساعت شما سرعتتون بوده و یک ساعت هم حرکت کردید. پس فاصلتون میشه 90 کیلومتر. حالا در ساعت دوم بچه ها فاصلتون چقدر؟ در ساعت دوم شما که ساعت اول 90 کیلومتر رفته بودید توی ساعت دوم یه 90 کیلومتر دیگه هم از عراق دور میشید. پس فاصلتون از عراق میشه 90 به اضافه یه 90 که میشه دو تا 90 تا که برابر میشه با 180 کیلومتر. حالا فاصلتون در ساعت سوم چقدر بچه ها؟ در ساعت سوم 90 کیلومتر ساعت اول رفته بودید 90 کیلومتر ساعت دوم رفته بودید حالا 90 کیلومتر هم ساعت سوم میرید این من کیلومتراشو بنویسم که شما اشتباه هم نکنید پس میشه چی فاصله تو میشه 90 کیلومتر ساعت اول به اضافه 90 کیلومتر که ساعت دوم رفتید به اضافه 90 کیلومتر که ساعت سوم رفتید که میشه 3 تا 90 تا که برابر میشه با 270 کیلومتر خب بچه شما الان به من میگید که هی بابا تو که یعنی میخوای همینجوری ادامه بدیم محاسبات رو هی به ازای هر ساعت بکنین هر یه ساعتی که اضافه میشه تو میخوای بشینی دوباره این محاسبات از اول بنویسی و بنویسی 90 به اضافه 90 به اضافه 90 به اضافه 90 و تعداد ساعت که بیشتر میشه این 90 بیشتر میشه نوشتن سختتر میشه حتی من اگه بتونم بنویسم این اراده رو داشته باشم که هی تعداد زیادی 90 با هم دیگه جمع کنم شما حوصله‌تون سر پس بعد یه راهی پیدا کرد باید یه بیان کلی پیدا کرد که راحت تر باشه از این روش نگاه بکنید دوستای من به اینجا دقت بکنید که ما وقتی که ساعت اول فاصله برابر بود یک زبدر در نود ساعت دوم برابر بود دو زبدر در نود ساعت سوم برابر بود با سه زبدر در نود در واقع به تعداد ساعت ها من کیلومترهایی که رفتم با هم دیگه جمع می شد و تبدیل می شد مثلا سه ساعت رفته سه تا 90 کیلومتر با هم دیگه جمع می شد پس قبول دارید یا بهتر بگم امیدوارم قبول داشته باشید که فاصله از عراق میشه تعداد ساعتی که شما در سفر بودید زب در سرعتتون که میشه بچه این علامت مساوی هست که اینجا 90 کیلومتر خب الان یه مشکل اینجا وجود داره اگه من بگم این گزارش سفرمه گزارش من از فاصلم از عراکه شما میگید که بابا انقدر تو بدخط نوشتی که ما اینجا گوش دادیم به یکی دیگه بدی که اگه این چیزا رو نشته باشه نمیتونه از روی اینو بخونه بفهمه قبول دارم خط من ممکنه برای خیلی ها نباشه و تازه مشکل بزرگتر میشه که من اگه این گزارش رو بدم به یه غیر فارسی زبان به یه انگلیسی زبان بنده خدا که اصلا نمیتونه بخونه که بفهمه حالا چه من خوش خط باشم چه بد اینجاست که زبان ریاضیات به کار میاد بچه زبان ریاضیات قرار زبانی باشه که فارغ از اینکه شما خوش خطید یا بد خطید فارسی زبانید یا انگلیسی زبانی بتونید ازش استفاده کنید و برای اینکه زبان ریاضیات به این مهم دست پیدا بکنه بچه ها به جای اینکه از مثل اینجا که من نوشتم تعداد ساعت در سفر یا فاصله از عراقو به فارسی نوشتم هم طولانی شده هم بدخط شده از یه سری نمادهای ساده تر استفاده میشه نمادهایی که الان توی این ریاضی ها بیشتر استفاده میشه حروف الفای انگلیسی بعضی وقتا هم حروف الفای لاتین استفاده میشه مثلا اینجا من به جای تعداد ساعت در سفر یه نماد ریاضی یکی از حروف الفای انگلیسی رو در نظر میگیرم مثلا x به جای فاصله از عراکم به جای فاصله از عراکم یه حرف دیگه یه حروف انگلیسی رو در نظر میگم مثلا S در گزارش من تبدیل به این میشه که اس که فاصله از عراکه برابر میشه با X زبدر در نوت خب میگم که این حالا طوریه که هر هم فارسی زبان هم انگلیس زبان میتونه بخونه خط منم خیلی روش اثری نذاشته اما شما ممکنه یه ایراد دیگه بگیرید بگید که اینکه این که X زبدر در نوته یکی دیگه ممکنه بخونه که X X نوت چون علامت ضرب را ایکس x خیلی شبیه همه میگم ریاضیات به این اشکال شما هم یه جوابی داده و اون اینه که وقتی که شما از این نماد x استفاده میکنید دیگه علامت ضرب رو نمیذارید و به این صورت در میاد که میشه x 90 این هم خیلی قشنگ نیست آدم میمونه که یه مقدار نمیدونم من خوشم نمیاد ترجیح میدم اینجوری بنویسمش اس مساوی 90 x. این شد گزارش من به زبان ریاضیات از سفرم حالا شما هم میگید که خب اسم این نمادا که گذاشتی اسم این ایکسی که گذاشتی چیه تو زبان ریاضیات اسم این ایکس بچه ها متغیر ریاضیه متغیر ریاضی چه رسمش میگیم متغیر ریاضی اینجا رو نگاه بکنید تعداد ساعت من در سفر میتونست عوض بشه و به ازای اون فاصله از عراق تغییر بکنه یعنی xمون میتونست عوض بشه ایکسمون میتونست یک باشه دو باشه یا سه باشه ایکسمون پس میتونست تغییر بکنه پس میتونست متغیر باشه اسم متغیر از همینجا جا اومده. یعنی ایکس میزانش میتونه تغییر بکنه میتونه یک باشه میتونه دو باشه میتونه سه باشه حالا این 90 ایکس که فاصله ما از عراق هم هستم یه اس براش گذاشتم تو ریاضیات این یک عبارت ریاضی حالا فرض بکنید فرض بکنید که یکی از شما میپرسه خب بر اساس گزارشتون گزارش سفری که دادید فاصلتون از عراق شما کی به تهران میرسید تهران بچا 270 کیلومتر از عراق فاصله داره یعنی دقت بکنید ما اینجا دیدیم سه ساعت بریم 270 کیلومتر میریم در واقع مسافت و فاصله از ته... عراق از تهران 270 کیلومتره و این سوال اینه که شما که این 90 x که فاصلتون از عراک برابر 270 میشه که ما قبلا محاسبه کردیم و دیدیم 3 زب در 90 میشه 270 پس ما اگر ایکسمون برابر با 3 باشه یعنی 3 ساعت در راه باشیم به تهران میرسیم در درس بعد از سه ساعت به تهران میرسیم خب پس ما این سال رو اینجوری جواب دادیم که گفتیم که سوال این بود که شما کی به تهران رسید. بعد ما گفتیم که فاصله تهران از عراق 270 کیلومتره. اگر من اشتباه نکنم مطمئن نیستم این عدد 270. میخوایم ببینیم این 90x صفر که فاصله از عراک بود کی برابر فاصله تهران از عراک میشه این کاری که ما کردیم و به ازای این که حساب کردیم به ازای 3x 90x برابر با 270 میشه حل یک معادله ریاضیه به عبارت 270 مساوی 90 به این عبارت میگم معادله ریاضی بچه اسم معادله از کجا آمده؟ معادله یعنی برابر معادل بودن یعنی اینجا 90x معادل 270 شده و شما برای حل معادله ریاضی حساب میکنید که به ازای چه اکسی این معادل بودن برقراره پس بچه ها ما تو این جلسه چکار کردیم؟ سفرمون رو به زبان ریاضی گزارش دادیم از متغیر ریاضی، عبارات ریاضی، و معادلات ریاضی استفاده کردیم که گزارش سفرمون رو بنویسیم شاید اسم این ویدیو به که اینکه گزارش یک سفر به زبان ریاضیات باشه آغاز یک سفر به خود زبان ریاضیات باشه این ویدیو اولین ویدیو آشنایی ما با مفاهیم متغیر ریاضی، عبارات ریاضی و معادلات ریاضی. توی ویدیوهای بعد امیدوارم با من باشید و این مباحث رو بیشتر یاد بگیریم مرسی که تو این ویدیو با من بودید فعلا خدافز